سلام دوستای خوبم، خوش اومدی به کانال پری دیزاین. من پریچر هستم. امروز میخوام بهتون یه مدل بافت آفریقایی خوشگل که بهش میگن کورن روز بهتون آموزش بدم. این مدل اگر دوست دارید این بافت خوشگل رو یاد بگیرید حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. قبل از اون فراموش نکنید که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع ویدیو آپلود میکنم براتون نوتیفیکیشن بیاد و متوجه بشید. و لطفا ویدیو رو لایک کنید، با این کار خیلی به من کمک میکنید برای ضبط ویدیوهای بیشتر و بهتر. بریم سراغ آموزش. خب این مدل که میخوام امروز بهتون آموزش بدم یه مقداری شبیه اون ویدیویه که فقط یک طرف رو بافته بودم هستش. اگر اون ویدیو رو ندیدید و خیلی این سبک کار نکردید بهتون پیشنهاد میکنم که اول اون ویدیو رو ببینید که لینکش رو این بالا براتون میذارم. ولی این مدل در واقع سه تا ردیف هستش که بافته میشه. این مدل کورنروز هستش که در واقع یه سبک بافت آفریقاییه. شما باید این یه قسمت از موهاتون رو جدا کنید، مثلا حجم بیشتر موهاتون رو میدید به یک طرف و این قسمت رو میاید در واقع جدا میکنید. کنم حالا با یه چیز تیزتر با دومشونه. بقیه موها رو میاریم سمت دیگه و این طرف جمع میکنیم. خب در واقع شما باید یه خط اینطوری حالت منحنی جدا کنید و بقیه موها رو این طرف محکم میبندیم. حالا در این کار چون میخواییم بافتمون تمیز باشه، مثل من اگر موهاتون از اینجوری پرواز میکنه و خیلی خوب نمیچسبه و مزاحم کارتون میشه، میتونیم با استفاده از حالا یا آب یا یه ژل مو موهاتونو یا کرم مو ژل مو موهاتونو بچسبونید که مزاحم کارتون نشه. حالا من یه کوچولو این قسمت از موهام هم که میخوام به بافم رو فقط با آب خیس میکنم، نمیخوام به اینجا ژل بزنم، مخصوصا بالای مو. خب حالا من میخوام این قسمت از موهام رو در واقع به سه قسمت تقسیم کنم که سه تا ردیف باف داشته باشم. وقتی که جدا کردیم حالا اینا رو اول من میبندمش که میخوام ردیف های دیگر جدا کنم، یا حالا با یه دونه گیره میتونید بالای مو ببندید. من حالا فعلا اینجوری شل میذارم این کنار. بریم سراغ ردیف بعد. بعدم جدا میکنم، یه مقداری کیسش میکنم و که باز نشه چون هنوز نوبت بافتش نشده. و اینم که میشه ردیف آخرمون. میخواییم بریم سراغ ردیف اولمون که ببافیمش. من اینا رو خیس میکنم که بخوابه. خب حالا این یه ردیف ظریف از این قسمت جدا میکنیم از جلوی سر و حالا اینو به سه قسمت تقسیمش میکنم.
و این سه قسمت رو یه بافت ساده از زیر، دو تا بافت ساده از زیر میزنم. از بافت سوم میام این دسته کناری رو از زیر دسته وسط رد میکنم و بعد یه کوچولو مو از این کنار سر، از این کنار این بافت، از این کنار جدا میکنم و از زیر دسته وسط رد میکنم که بیاد کنار اون دسته کناریمون. میتونیم با هم این کار رو انجام بدیم. اینو از زیر دسته وسط رد میکنم، این بافت کناریمون، و بعد از این گوشه یه مقدار مو جدا میکنم و از زیر دسته وسط خیلی شبیه به بافت هلندی هستش. دوباره اینو از زیر دسته وسط رد میکنم، یه مقدار مو از این گوشه جدا میکنم و دوباره از زیر این دسته رد میکنم که به اون دسته قبلی در واقع اضافه میشه. میتونم همینجا به این دسته کناری مو اضافه کنم و از زیر دسته وسط رد کنم. میتونم جدا جدا این کار رو انجام بدم، یعنی اینو اول رد کنم و بعد از این گوشه مو جدا کنم و بهش اضافه کنم، در واقع رد کنم که عد بشه به دسته قبلی. دوباره اینو از این وسط رد میکنم و یه مقدار مو برمیدارم و دوباره از زیر این رد میکنم که از زیر این دسته رد میکنم که بیاد کنار این دسته. خوب میکشم که صفر بشه. و وقتی به انتهای این قسمت مو که رسیدی، بقیهش رو ادامه این موها رو بافت ساده میزنی تا پایین. و خوب میکشیم که بافتمون سفت بشه. بعد تا آخر موهاتون دیگه میایین به صورت بافت ساده میبافید. من دیگه پایین موهام دیگه خیلی نازک شد و به این صورت که میبینید. و حالا دوباره ردیف دومم به همین شکل خفیفش میکنم. اینجا من الان موریزه خیلی زیاد دارم، باید یک کوچولو ژل بزنم که دوباره خوش نشه که اذیت کنم. Thank you.
اینم خب بافت بعدی رو هم تا آخر میبافیم و حالا اینا رو میدیم این طرف اگه بشه. اینه که فعلا مزاحمت با من که بافت سومم تموم شد. تا دسته رو میاریم کنار هم و دیگه بقیه موهامون رو باز میکنیم. خب اینم از بافت امروز، امیدوارم لذت برده باشید. فراموش نکنید که حتما ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید. با این کار خیلی به من کمک میکنید برای ضبط ویدیوهای بیشتر و بهتر. و لطفا پایین این ویدیو توی کامنت برام بنویسید نظراتتون رو و این چه مدل بافت مو مدل موهایی بیشتر دوست دارید. تا ویدیوی بعد، خدافظ.